مورد خودبراندازی که گفتید، حراس جمهوری اسلامی از این هستش، همونطور که در 20 سال اصلاحات پیش بردن، همیشه یه طرف و از اون طرف ترسوندن. اولا اینها نقشه دارن برای اون انتخابات نمایشی مجلس که قراره در اسفند ماه برگزار بشه. از حالا دارن به اصطلاح رقبا وارد یک فاز رقابت انتخابی شدن تا همه کاسه‌کوزا رو سر دولت رئیسی بشکنن. این هم تازه نیست. اگر یادتون باشه ما در دوران احمدی نژاد هم با این مباحث روبرو بودیم. اون زمان هم همه کاسه‌کوزه‌ها رو روی سر دولت احمدی نژاد می‌شکستن و اون رو به عنوان کسی که داره جمهوری اسلامی رو نمی‌دونم فلان می‌کنه معرفی می‌کردن و دیدیم که از درونش روحانی در اومد، بعدش هم خود احمدی نژاد از درون خاتمی در اومد، از درون احمدی نژاد دولت روحانی اومد، از درون دولت روحانی هم دولت رئیسی اومد. یعنی اینا همیشه قدرت رو از این جیب تو اون جیب توی دوبال نظام جمهوری اسلامی رو در کنار نیروی وحشتناک سرکوب حفظ کردن. کسانی که به دنبال، میگم اسمشو هر چی میخواید بذارید اصلا اهمیتی نداره، براندازی، سرنگونی، انحلال، گذار، تحول، هر چیزی که هست، جابجایی این نظام با یک نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر هستند، باید ببینند که در درون ایران یک همبستگی ملی از کردستان تا زاهدان، از گیلان و مازندران تا خوزستان و کرمان و خراسان وجود داره و کسانی که در خارج کشور هستن لطف کنن و این همبستگی ملی رو تقویت بکنن. و این رو چه کار میتونم بکنم؟ برای مثال من یه مثال عینی میزنم. جمهوری اسلامی خودش رو بسیج کرده برای اینکه 25 شهریور در ایران تظاهراتی را نیفته یا اگر را افتاد همون جورش بکنه. خارج کشور این امکان رو داره که بار دیگه به خیابون‌ها بیاد و زمانی که مردم ایران تحت فشارن و جمهوری اسلامی خانواده‌های کسانی رو که در یک سال اخیر کشته شدند روز هر روز دستگیر می‌کنه و به زندان می‌ندازه، بیاد به خیابون‌ها و صدای اون مردم باشه. تظاهرات عظیمی را بندازن، کاری رو که مردم ایران ببینید، اون چیزی که مردم ایران میتونن انجام بدن خودشون انجام میدن. خارج کشور باید اون کاری رو انجام بده که مردم در ایران نمیتونن انجام بدن. اون همبستگی ملی رو هم که گفتم، من سالهاست طرفدار یک ائتلاف بزرگ از جریانهای مختلف هستم که بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه. بله. نه، این چیز جدیدی نیست، منتها این ائتلاف نباید تصنعی باشه، این ائتلاف نباید تجمیع فیزیکی چند تا فرد چپ و راست و فلان و به امام باشه.